گره کور خشونت‌های مسلحانه در آمریکا و داستان تیراندازی‌های جمعی فرصتی برای بازاریابی کوله پشتی ضد گلوله به تولید کنندگان داده است. این کوله پشتی‌ها ارزش به فروش نمی‌رسند و از 119 تا 199 دلار قیمت دارند. با این حال موضوع سلامتی و ایمنی و جان فرزندان برای بسیاری از والدین آنقدر اهمیت دارد که مجبورند خرج کنند. نمیتونیم باور کنیم دنیا به جایی رسیده که ما ناچاریم فرزندانمون رو با کوله پشتی ضد گلوله راهی مدرسه کنیم. کار نباید به اینجا میرسید که کوله های ضد گلوله فروخته بشه. این نشون میده که ما امروز در چه جامعه‌ای زندگی میکنیم. شرکت‌های آمریکایی فروشنده این اقلام به والدین اطمینان می‌دهند کوله پشتی‌ها در برابر گلوله‌های 9 و 44 میلی‌متری مقاوم هستند و استفاده از آنها مانند پوشیدن جلیقه ضد گلوله پلیس است. کوله پشتی‌های مقاوم در برابر گلوله بسیار پرطرفدار هستند و پس از تیراندازی مدرسه پارکلند فلوریدا در سال 2018 که باعث کشته شدن 17 نفر شد چندین برابر به فروش می‌رسند. این واقعیتی غم‌انگیز است. برخی والدین درباره انگیزه چنین شرکت‌هایی تردید دارند. فقط افرادی که این کوله پشتی ها را می فروشند از این وضع بهره می برند. کاری را که اونها انجام می دن مایه تأسف بسیاره. کارشناسان بخش آموزش می گویند کوله پشتی های ضد گلوله چاره مشکل نیست. نیل اروین پینتر استاد دانشگاه پرینستون گفته گسترش ایدئولوژی نژاد پرستانه در آمریکا و ایده برتری نژاد سفید سبب قتل عام‌ها در آمریکا شده است. معترضان مخالف حمل اسلحه هم با تجمع مقابل کاخ سفید خواستار اجرای اصلاحاتی در قوانین مرتبط با حمل اسلحه و استیضاح رئیس جمهور آمریکا شدند. آنها می‌گویند مدارس باید پناهگاه‌های امن برای بچه‌ها باشند، نه مناطق جنگی زمختی که کودکان در آن مانند سربازان برای جنگ آماده می‌شوند. آمریکایی‌ها می‌خواهند به زندگی خود بپردازند، می‌خواهند کسب و کار خود را دست و پا کنند، می‌خواهند فرزندان خود را تربیت کنند. مردم می‌خواهند مطمئن شوند که در کشوری زندگی می‌کنند که جای بهتری برای کودکان و نوه‌های آنهاست و اطمینان حاصل کنند. آنها دوست ندارند هر روز صبح از خواب بیدار شوند و چیزهای جدید احمقانه بشنوند.